تأیید خلافت ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله تعالی عنهم اجمعین توسط علی مرتضی رضی الله تعالی عنه. امیر المؤمنین علی رضی الله تعالی عنه در تعریف و ستایش خلافت سه خلیفه راشد قبل از خود در نامه ششم نهج البلاغه می فرماید: همانا قومی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با همان شرایط و کیفیت با من بیعت نمودند، بنابراین نه آن که حاضر بود اختیار فسخ دارد و نه آن که غائب بود اجازه رد کردن، و شورا فقط از آن مهاجران و انصار است. اگر آنها متفقاً کسی را امام نامیدند، این عمل مورد رضا و خوشنودی الله است. اگر کسی از فرمان آنها با طعن و بدعت خارج گردد، او را به جای خود می نشانند و اگر طغیان کند با او پیکار یا جنگ می کنند، زیرا که از غیر طریق مؤمنان تبعیت کرده است. بینندگان گرامی، این روایت نص صریحی است بر اینکه اگر علی رضی الله تعالی عنه از جانب الله به امامت برگزیده شده بود، تحت هیچ شرایطی برایش جایز نبود با چنین صراحتی از انتخاب خلفا توسط شورای مهاجران و انصار سخن بگوید، و این کلام علی رضی الله تعالی عنه صریح و واضح و آشکار است، مگر برای کسانی که قلبشان از حق منحرف گشته باشد. امام علی رضی الله تعالی عنه برای صحت خلافت خود و انعقاد بیعت مردم با او به صحت بیعت خلفای سابق استدلال کرده است، و این به وضوح و روشنی هرچه بیشتر این را میرساند که علی رضی الله تعالی عنه معتقد به مشروعیت خلافت ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله عنهم اجمعین بوده است، همان گونه که در نامه‌ای به حضرت معاویه ابن ابو سفیان رضی الله تعالی عنه نوشت که خلافت با اتفاق و اجتماع مسلمین بر سر انتخاب یک شخص حاصل می‌گردد، و در عصر اول اسلام با اجتماع مهاجرین و انصار برای انتخاب امام صورت می‌گرفت، همان گونه که به اتفاق آرا ابوبکر و عمر را برگزیدند، و وقتی بر انتخاب شخصی به عنوان خلیفه اتفاق نمودند، کسی که حاضر بود اختیار ندارد و باید بپذیرد، و آن که غایب بود اجازه رد کردن رأی ایشان را ندارد. جالب است بدانید که عده‌ای به امیر مؤمنان عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به خاطر تهدید برای گرفتن بیعت برای امیر مؤمنان ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خورده می‌گیرند و می‌گویند این کار درست نبوده و خلاف دستورات اسلام است که به در خانه کسی بروند و با زور از او بیعت بگیرند. اگر صحت و سقم این روایت را کنار بگذاریم، نکته مهم این است که فرضاً این تهدیدها درست بوده باشد، بیایید ببینید که علی رضی الله تعالی عنه درباره کسانی که از بیعت با خلیفه مسلمین سرپیچی نمایند در نامه شیش نهج البلاغه چه می فرماید: اگر کسی از فرمان آنها با طعن و بدعت خارج گردد، او را به جای خود می نشانند، و اگر سرکشی کند با او پیکار می کنند، زیرا که غیر از طریق مؤمنان تبعیت کرده است. بله، اگر امیر مؤمنان عمر فاروق رضی الله تعالی عنه تهدید کرد، علی مرتضی رضی الله تعالی عنه می فرماید که باید با آنها جنگید. پس اگر فرض بر این باشد که منظور علی رضی الله تعالی عنه این بوده که خصم و مخالفش را با حجت ملزم گرداند و بگوید واقعا آنها با من بیعت کردند، همان گونه که با سابقین بیعت نمودند، پس بر تو یعنی خصم و مخالف هم لازم و واجب است با من بیعت کنیم. اگر در مقام مجادله و مناظره به صحت این ادعا اذعان کنیم، این جملات را چه کار کنیم که فرمود شورا تنها از آن مهاجرین و انصار است؟ امام علی رضی الله تعالی عنه با زبان عربی سخن میگوید و ما میدانیم که واژه انما مفید قصر و حصر است، پس معنی آن این است شورای بیعت و انتخاب جز برای مهاجرین و انصار نیست، پس این جمله مدح و ستایش است برای آنها، چون اهلیت شورا
برای امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را دارند. امیر مؤمنان علی مرتضی رضی الله تعالی عنه می فرماید اگر آنها متفقاً کسی را امام نامیدند، این عمل مورد رضا و خوشنودی الله است. پس هرگاه آنها مردی را به عنوان خلیفه به اتفاق آرا برگزیدند، این کار آنها مورد رضایت الله سبحانه و تعالی خواهد بود. سبحان الله، آیا مدح و تعریفی از این بزرگتر وجود دارد؟